فصل میخونیم هموفیلی هستش. هموفیلی چی هست؟ بیماری هستش که اختلال هموستاز هم، یعنی این بیماران در به دست آوردن هموستاز دچار مشکل هستن. کلن اکثر هموفیلی ها بیماری های وابسته به ایکس مقلوب هستن، به خاطر همین پس این بیماری بیماری مردان حساب میشه. این مشکل رو بیشتر ما در مردان داریم، به خاطر همین گفته که نسبتش چقدر هست در جامعه؟ با شویه 1 در 7500 مردان را مبتلا میکنه. انواع مختلفی داره. نوع هموفیلی اولی که اینجا با هم میخونی هموفیلی نوع 1 هست. هموفیلی A یا کلاسیک شایع ترین نوع هموفیلی هستش. کمبود چه فاکتوری دارن؟ کمبود فاکتور 8. اسم دیگه فاکتور 8 چی هست؟ فاکتور ضد هموفیلی یا آنتی همولیتیک فاکتور. گفتیم که این بیماری به چه شکل هست توارثش؟ به صورت وابسته به ایکس مغلوب. بنابراین مردها معمولا مبتلا میشه و زنها ناقل هستن. هموفیلی بعدی که میخونیم هموفیلی بی هستش. نام دیگرش بیماری کریسمس هست. در سر کمبود فاکتور 9 اتفاق میفته. اسم دیگه فاکتور 9 پلاسما ترومبوپلاستین فاکتور هستش. اسمای داخل پرانتزش رو هم پس یاد میگیریم. فاکتور 8 یا آنتی همولیتیک فاکتور، فاکتور 9 یا پلاسما ترومبوپلاستین فاکتور. نحوه توارث هموفیلی بی هم وابسته به ایکس مغلوب هست. میزان شیوع هموفیلی A 4 برابر هموفیلی بی هستش. یه نوع هموفیلی دیگه هم داریم که بهش میگن هموفیلی C. در سر کمبود فاکتور 11 اتفاق میفته. فاکتور 11 اسم دیگرش چی هست؟ پیشساز ترومبوپلاستین پلاسما، یعنی پلاسما ترومبوپلاستین آنتیسیدنت. در سر کمبود این فاکتور هموفیلی نوع C یا نام دیگرش بیماری روزنتال هست. این اختلال چجوری هست؟ برخلاف هموفیلی A و B یک صفت در واقع مغلوب اتوزومال هست، یعنی وابسته به جنس نیستش. این اختلال یعنی هموفیلی C بیشتر از همه در افراد یهودی دیده میشه. فاکتورهای دیگه که در واقع انعقاد خون نقش دارن هم امکان داره دچار کمبود بشن. کمبود فاکتور 2، 5 و 13 نادر هستش. در هر 1 میلیون 1 نفر این کمبودها رو داره. کمبود فاکتور 7 در هر 1 نفر در هر 500,000 نفر دیده میشه و به صورت اتوزومال مغلوب هستن کمبود این فاکتورها. در ورودی 94 از این قسمت سوال اومد، گفته شد کمبود کدام یک از فاکتورهای انعقادی